در بیان آنکه نور خود از اندرون شخص منور بی آنکه فعلی و قولی بیان کند گواهی دهد بر نور وی، در بیان آنکه آن نور خود را از اندرون سر عارف ظاهر کند بر خلقان بی فعل عارف و بی قول عارف افسون از آن که به قول و فعل او ظاهر شود، چنان که آفتاب بلند شود بانگ خروس و اعلام مؤذن و علامات دیگر حاجت نیاید. لیک نور سالکی که از حد گذشت، نور او پر شد بیابانها و دشت، شاهدیش فارغ آمد از شهود و سکلفها و جانبازی و جود. نور آن گوهر چو بیرون تافته است، زین تسلسلها فراغت یافته است، زین تسلسلها فراغت یافته است. پس مجو از وی گواه فعل و گفت، که از او هر دو جهان چون گل شکفت. این گواهی چیست؟ اظهار نهان، خواه قول و خواه فعل و غیر آن، که عرض اظهار سر جوهر است، وصف باقی وین عرض بر معبر است. این نشان زر نماند بر محک، زر بماند نیک نام و بیز شک. این صلات و این جهاد و این صیام، هم نماند جان بماند نیک نام. جان چنین افعال و اقوالی نمود، بر محک امر جوهر را بسود. که اعتقادم راست است اینک گواه، لیک هست اندر گواهان اشتباه. تزکیه باید گواهان را بدان، تزکیهش صدقی که موقوفی بدان. حفظ لفظ اندر گواه قولی است، حفظ عهد اندر گواه فعلی است. گر گواه قول کج گوید رد است، ور گواه فعل کج پوید رد است. فعل و قول و فعل بی تناقض بایدت، تا قبول در زمان بیش آیدت. سعی کم شتا تناقض اندرید، روز می دوزید شب بر می دارید. پس گواهی با تناقض کی شنود، یا مگر حلمی کند از لطف خود. فعل و قول اظهار سر است و ضمیر، هر دو پیدا می کند سر ستیر. چون گواهت تزکیه شد قبول، ورنه محبوس است اندر مول مول. تا تو بستیزی ستیزن ای هرون، فانتظرهم انهم منتظرون.